به نام خدا و عرض سلام وقتتان بخیر پس از هفت ماه اعلان نتایج انتخابات شورای ولایتی و گذشته از همه موارد چگونگی تقلب و شفافیت در این زمینه نهایتاً اعتراض ها روز به روز در قبال چگونگی نتایج و لست برندگان و کسانی که برنده شدن هر روز افزایش می از درخواست های برای برطرف شدن اعضای کمیسیون انتخابات تا به محاکمه مک... محا... کشیدن و گفته های دیگر و در ضمن مجلس سنا گفته های بیشتر در این زمینه دارند اینکه چه موارد در این زمینه وجود داره و گفته های امروز در قبال کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات و دقیقاً اعلان نتایج شوراهای ولایتی چه گفته است در برنامه امشب به بحث و بررسی می گیریم. من هم در میزبان این بحث هستم و شما عزیزان را به بر برنامه امشب خوش آمدید میگم مهمانان عزیزی که اینجا تشریف یافتند محترم دکتر بشیر سمیم عضو مجلس سنا محترم داود اساس از مجلس سنا محترم جان محمد خالد نامزد معترض انتخابات شورای ولایتی در کابل و محترم عاصف آشنا فعال سیاسی سی در برنامه با خود داریم مهمان به برنامه خیلی خوش آمدید آقای از شما آغاز میکنیم و بگوییم در سنا چه گفته هایی وجود داره در قبال کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات و دقیقا دیدگاه مجلس سنا در قبال اعلام نتایج نهایی شورای ولایتی چگونه است به نام خدا و سلام خدمت شما میماندان گرامی و بینندگان محترم تلویزیون آریانا شک نیست که مدتی را که نتایج اعلان نتایج انتخابات هم در ریاست جمهوری و هم در شورای ولایتی پیمود مدتی بود که هیچگاهی در هیچ قانونی در هیچ طرز عملی و هیچ مقرری از قبل پیش نشده بود و انتظار مردم افغانستان هم چنین چیزی که مشاهده کردیم نبود به حال انتخابات ریاست جمهوری ولسی جرگه و شورای ولایتی که در گذشته ها در سالهای پیشین برگزار شده بود مجلسین شورای ملی حکومت در مجموع تلاش کردند که یک قانون جامعی فراگیر و بازدارنده از هر نوع تخلف و, و جل و تزویر ساخته شود که ما برای فردای افغانستان زمانت بکند آرای مردمی افغانستان و انتخابات افغانستان برای فرداها به چالش کشانده و همین شکل بود که در انتخاب کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی هم از باب احتیاط کمیته گزینشی از نهادهای معتبر ملی افغانستان هم گنجانیده شد که افراد شایسته توانا متخصص متخصص و متعهد بله. از این فیلتر عبور بکنه و بالاخره اینا بتونن از هر لحاظی هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ تخصص و هم از لحاظ صداقت و ایمانداری بتانند امانتی را که برایشان سپرده شده ای را به وجه احسنش انجام بدن و فردای افغانستان به لحاظ از لحاظ انتخاباتی و زندگی اجتماعی مردم یک یک فضای خوب و یک فضای برادری و اخوت باشه بعد که آنچه را که شما مشاهده کردین و مردم افغانستان می دانند همه امیدهای مردم افغانستان به یعص و ناامیدی تبدیل شد و به همین شکل باوری مردم نسبت به نهادهای ملیشان بله. و مردم بی باور شدن و ات... از اعتماد مردم کاسته شد. و در این زمینه هم گفته ها و بینهایت بی‌نهایت زیاد بوده اما نهایتا نشرا بفرمایند که اعلان نهایت و این نزدیکی که در قبال شورای ولایتی وجود داشته و لیست کسانی که برنده هستند و کسانی که در لیست برنده دخیل نشدند دیدگاه در مجلس سنا چگونه است؟ تعداد از سناتور صاحبم در این لیست دخیل بودند و در این جریان در این انتخابات شامل بودند می بایست مجددا می آمدن. اما یافته ها و گفته ها چیز آیا واقعاً در اینجا مشکلات وجود داره یا نه؟ کسانی که به جایگاه بسمت یا دقل در لست برنده ها قرار ندارن اعتراض میکنن اکثریت میپندارن به اینا درد رسیده باید این گونه کنن خب در شک نیست که در هر موضوعات رقابتی چه انتخابات باشه چه موضوع اصلاحاتی داری باشه اگر دو گروهی دو شخصی دو سمت سوی اگر اینا سر یک موضوعی بر رقابت نشینن و بالاخره ناگزیر کرسی بر یک کس است و باید اگر باخت و بردی صورت میگیره در اینجا طبیعتا طرف باختگی سر خودم میکنه اما به این معنا نیست که ما باز موضوع انتخابات به این تعبیر کنیم انتخابات افغانستان جدای از این مثال هاست و در شکی نیست که دیری مجلس سنا در سطح کل نسبت به اعلان نتایج انتخابات یک اعلان قناعت بخش نبوده هرچند دوستایی ما داشتیم جناب آقای اساس و بقیه دوستایی ما که در مجلس سنا هستند و اساسی رابطه هایی را که داشتن با مجلس تا آخرین دقایقی که باید نتایج اعلان شما به لیست هستن و فرداش هم باز اینا به لیست نمیاین و به همین شکل هم در دیگر ولایات افغانستان کسایی که ادعا دارند که 20000 هزار رای و 15 رای دارن ولی بله. باز دیده میشه که اینا به لیست اعلان نتایج نهایی نیستن این هر افغان مشکوک میکنه نه تنها مجلس سنا و بعد بختانم وضاحتی در پاسخ چنین اعتراضایی هم وجود نداره آنگاهی که کاندیدای معترض و نهادهای مدنی اعتراض میکنند برای عملکرد کمیسون ها کمیسون ها حاضر نیستند که جواب بدن برای کاندید متقرض و نهادهای ناظر که اینا چگونه به اساس کدام دلایل و شواهد قانونی اکتداد افراد و اشخاص اینا از دستیمت هایی که قبلا به عنوان کاندیدای برنده در لیست وجود داشتند اینا را پس کردن اما در گفته ها و در پاسخ های که حداقل کمیسیون مطرح بر رسانه ها چون این مسئله خیلی به ازدیاد بوده گفته هایشون گونه بود که تمام کار را که کمیسیون یاد دقیقا در قسمت اعلام نتایج برای شورای ولایتی کمیسیون مستقل داخل نبوده شکایت ها به مجلس به کمیسیون شکایات رسیده اونا بررسی کردن در حضور خود کاندیدا نهایتا اعلان شده اجازه بدین که از آقای اساس بشنویم دیدگاهشان را که دقیقاً, دقیقا ماجرای شما از چه قرار است بسم الله الرحمن الرحیم چې ځکه ما د دې معمول برتر باس میکونم بعض از ما روزي انتخاب روزي انتخابات ختم شود نتایجات تیر شود ابتدایي ده ابتدایي پدیم یا که څه پدیم کله به ناپره چارون پدیم د دې ابتدایي همدم د لست نياي کمشنر را کمشنر کمشنر انتخابات بر ما زنګ دا وروزه کې نتیجه یې نیي اعلان کړي یا چی اعلان کړي د مطبعه کمشنر را بر ما زنګ زت اګه نومایشه ميخوي ور نومایشه برش میګم کې باز نه ګوي کې کی ګفته و زنګ زت کمشنر بر بس کمشنر کې احساس مبارک ته ماشي د لایساسته کوم ته خیر ببینه یەک زنګ زت دو ته زنګ سه ته اج زنګ زت کې مبارک باشه گفتم خیر ببینه شاو نو بجو د ۱۰ بجې نو بجې ته د ۱۰ بجې نیمه ته ما بود تقریبا ما ما وینیسانه م... منشییسانه چانتا دوستای دیگه شته بودم و تکي سبخود هم ات... لیس نیای بر ما ورت گپای مر میشته وا ای گپې درغ نسته ما ویده کومسون ای گپې درغ نسته سبوت اسنات کوله کې لیس نیای په شروي ما موند د بځای شو از کومسون نه مده مزه کو اساس ته نه پاله شومست گفتم خیر بیبید همجه کې بود بر سعادت زنګ میزنه بیا کڅب په خاطر یا کڅب دا کې چې یو چیرې کوم مسئله چیرې کومه ست په خاطر مووینه سنا زنګ بر سعادت ست نمبر یې معلومه پیسې موسته ازو نمبر کې زنګ زده او کې وځه غوشي بالا کته وخت یې معلومه شبکې یې معلومه ست اگر می خوای امو اسناد بر شان بکشم سعادت کې و کې کتل پون یو برش مې کې ګا په سنا مووینه سنا چټو شوت او مې کې اساس چټو دلایس مده ده د به جای شوست بله دا به شي اوس همدا الله استه سئ سعادت هم دا نیم کیناتره مېګې ای باید نه بشه 200000 دو دولار مېته مېګې 200000 دولار مېته او تکي صاحب له شان ګوپ ګو 200000 دولار په پښتو یو څه و گوتی گو دا ییګ ادم سپیره ستر په 200000 دولار نه دره خو سعادت ګوپ کې گو نه هم ته باید نشه او مېګې کې او تکي بلشان مېګې کې ته کده پروان مردا لري کدی ما امره پینان کدم کله خوده شانس حاضر شوم په همې ته د ټلیفون او مې حساب په داسې شبکې حساب مې شه او تکي صاحبره ما کوتم کده لیسه هستي نه د ګټوره سادات کښې د امې ته نن د سادات سوګ دی سادات ریس ته کوم چې سنده د ریس د دکاندار ته کوم سند شکایت دکاندار ریس نه ورته دکاندار دځې د کوز دی په دکاندار باندې مشوره سپور دکاندار باندې ټوله خلک پېزنه نو دی وخت کې او ته حساب لاړې لس بجې د شپې او لس بجې سار کمشنران ته زست د شپې ودم بجې لا اس کولم ان د تنټټ د کزنه يم پلیس کې یو کمشنر ته به زنګ ووي هغه کور کې هغه ته وای وي تز ما سره ټوکې کيه زما سره کتاب د دې کتاب ورته وای د نړیي لیست زما سره د وای ته وځار وګون د زماستر کې به کمزوري سوي ته ټلیفون ما کته کوه کتاب یې واړه وای سره وای دا غرش په جام کاسي دا وته اساسه ته په بوز باندې ټوکې ما کوه زور تم پلیسک نه مزه داستا کتاب څه کوم ما په انټرنټ کې نه وای دا لیس موږ ته تایید کړی دی لدې نه مې بل کمشنر تاسو څنګه وایسته ما ته مبارکي راکې وای ته ته ما مازاک میکنی همته مې که تو خود لیس تاسو یې په شویل ما ډیر وستل کړم بشک ما بس کړته خود گا پزیدم او کې ورکه معنا وردم که از کمشنر پرسان کوم برتان کې تو دا لیس تاسو یې نه سي بزنګ زاد ټلیفون secretário شروخ نشود کو اساس 100 بعد ما میرسم به کمشنر اول مې ته برتان یەک صد بعد ایک د کمیشنون رسید کمشینر ازو چې څنګه زاد ګو پاساستو په کټيبه مزاک وکړي ان لیسه است تو اس ششب نه پرست گفتم د ما د انټرنیټ نیسم او تکي رځنګ زادین کتو خبر ما شون نه لیس نه یی دادي گفت نه دا و ته ته لیس نه یی اس كله ګمه شنو اگر دروغ باشه بیا ما مر ما کنه کنه یم د کنډاره باید ما کنه شه چې راغوم ته مې او تکي زنګ زدم گفتم او تکي سم ما چې کوم ځواب سي خوم نه مپم چې کوم ته مګي د لیس نه لیس نه ای برباور دي که استي ای د لیس نه هستم ای مګي کې تو استي تو بشپره بربرم دفتر هیڅ چی غپ شوه دفتر کې راغ او تکي دیگه ټلیفون ماره نه میګره ما اعتراضات خود به مو خاطر انتخابات بازنده بردګي در ما د این نهستیم چې ما بازنده بشم خودشان ما به ما مبارکي دده کبه نشه نه ما معمول شند موبین کمیشن بل ما مبارکي دده خو ګاپی سعادت کې 2 لاکھ ډالر امات کې از ما میخواست چې هموځه پات ما کینات کړم چې کی سعادت صاحب مرغ خلاص نه کړي چې 2 لاکھ می خوای هرڅه کې می خوای بی بی دی. بی بی. ما کتن دمو روز دګر په مرکز امات کې ته یوک دپره سعادت بیبید همو دګر چې تو سعادت بیبې کوته ما بس سعادت یې ضرورت ته درلم ما به هیچ کس ضرورت نداریم تا من روزی که آمدیم تا روزی که نه کمیسیون انتخابات گفتم می دانند نه کمیسیون شکایت گفتم می دانند تو برای ما آمدی با مخاطب حالا قایع اساس مشخص شد که این تغییر آخر دقایق نواد بخواهد شد بله بفرمایید خود خود در... م... ما جیب ما این می برای ما که بر باطل کرد. سادات صاحب خو این می این می ربا برای دا گیجان اگر خاطر کمیسیونی کمیسیون انتخابات نبود که برای ما نشته که داوود مالای تو این می باطل کرده کمیسیون شکایت کې دا کې باطل کړه دې په بعد م نه راي ما باطل نشته ای مرکزا را شي کم کړه دا ای مرکزا پکا ترای ما 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 باطل کړه بعد ازوم ما دلست آمدیم بعد از ان کې نیمه باطل کړه نیمه لاستکه کمشنر نه بود خو نیمه رئیس ما باطل بود چیرې دا یو بجې شو ما کشی در نشیم بله ما امروز راته تزاورات خود کړه گفت نه میمانیم کې ake خود نگیریم تا کې ما زندہ استین تا کې نواسی ما زندہ استه ما ake خود بيد نگیریم نه میماني نشه رفتیم به کمیسیون انتخابات اموز تظاهرات کردیم پیش روی کمیسیون انتخابات رفتیم داخل کمیسیون که یا گفت که تو بیان که چند نفر گپ بزن گفت می گار گف. یا یه به شرما از روی پرده تلویزیون میگه که بیا که خیانت شده برای ما بگویه خب وقتی دل... شما کمیسیون رفتیم و این اعتراضات تون چه نتیجه گرفتین چی شده نهایتا تا دقایق 90 تا 11 شب شما در لیست کاندیدا هستین برای فردا در لیست نیستین هیچ نکته اموز کمیسیون رفتیم ما 12 عمور... از رفتیم داخل کمیسیون که مر ما جوابته کنه کولکه شه خود پدکات یک کمشنر امر ما نه امهد ک ما شمه ترس کده بیا کمې ترس دا د او تاسوب یی مې خاطر کشه داشت یک مامور بر ما پشور مامور بر ما پشور من ګپ د نورستاني بیا کمشنر را و ګپ مېږي ک ما نه امهدان نمیتانم یمروز ما اکه ما استه اګه ما اکه ما داوی ما به جاست خو بیا بر ما جوابته ایت واس اصلا ام پرستا اصلا از اول دکاندارې بود ما کمه دي دم امي امي جنګاله ما خود اول هم دې میپرسه نه میديدم مأمور روز په تلویزیون یو کې هم کامیاب موم کده بلش گفتم کې اي خاينين اي دو ځاي خاينين مليي استه بله اي اي غاب از اول بود که اگر سر بیا مشه يام يکه کې سبوت اوسنات بیاي بیا در ساده د دکاندار بیا در نورستاني دکاندار بیا کې ما سبوت پرستان بتم ان مې سبوت اتنه کوم نشي نه د پام مې دکې نه ميراي با تل شو دا بیا اندم راکه خاطی کمیستال نه ووت مرماکه ما کنهګه اگر عزی په بعد اگر تشکر آقای اساس مجددا برمیگردیم ما هم با تلاش های زیادی که با کمیسیون داشتیم و خواستیم در این برنامه حضور پیدا کنیم و حداقل در مقابل پرسش های آقای اساس پاسخ قادر به تماس و قادر به اظهارشان نشدیم اما آقای خالد میخوایم از شما بشنویم نکته ها و گفته به شکل جدی از آدرس سناتور و یکی از نمایندگان های مردم به شکل خیلی مستندشین گونه یافته های شما چی بوده شما در کدام جایگاه قرار دارین و آیا شما هم گفته های یکسان با اینا دارین یا نه آنچه سزاوار شما بوده به شما رسیده بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب خدمت شما و دوستا همکارا و های تلویزیون محترم آریانا دیگه با تایید صحبت های جناب اساس صاحب تایید میکنیم که کمیسیون انتخابات یک مدیریت سالم نداشت در پهلوی ازی اینا پاس میکردن برای بر کمیسون و سهم شکایات کمیسون و سهم شکایات در این برنامه ای که از قبلا طرح کرده بودند که کی باشه و کی نباشه به اساس اونمو رابطه و او حلقات که یک تعدادی که اک رای افتاد در لست نهایی همگیش متعلق به خانواده مافیا هستند اما آقای خالی شما وضاحت ببخشین گفته همیشه وقتی که از هر دو کمیسون در قسمت لست نهایی ما وضاحت خواستیم کمیسیون مستقل و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفتن که ما هیچ دخل در چیگونگی نتایج نداشتیم لست ابتدایی را که ما اعلام کرده بودیم پس از شکایات بررسی شد شکایات با کمیسیون شکایت رسید اونا کار خود را کردن در حضور کاندیدار معترض مجددا لست به ما رسید و ما اعلام کردیم آیا این گونه نبوده بررسی ها در حضور شما نبوده شما از بررسی ها رضایت ندارین شکایت که شما دادین رسیدگی نشده یک شکایت هم که به آن شکلی که ما ارزوش داشتیم که باید رسیدگی میشد شکایت کمیسیون سهم شکایات رسیدگی نکرد و نقش اساسی را در این موضوع سطار سعادات که به عنوان فعلا یک دکاندار مشهور در کمیسیون سهم شکایات دیگه چیز از ای بازی کرد و امرای ویدا عظیمی و وقتی که لسه نهایی اعلان ای ای شد یکی از کمیشنرها به نام پیغم قل دوغن است او امضا نکرد تا چند روز سه چهار روز دیگه او امضا نکرد و بالاخره پافشاری که بگه امضا کن و او ملاحظه داشت سر امیل لیست که کسایی که باید واجد شرایط است حقشان است و رأی دارن و باید بیان بله ولی ایجا ما ظلم میکنیم که کسی که حقش است او رای داره او حذف میشه کسی که هیچ چیزی نداره یا 100 یا 200 یا 500 یا کم یا بیش از این بگیرم او در لست شامل میشه به طور مثال می یکی از کاندیدای معترض هستم که ما رای گرفتیم اسناد موجود از 2984 بله. در لست ابتدایی اعلانش کرد 842 در لیست نهایی اعلانش کرد 950 چندی این خودش یکی از گواهی تقلب است و جناب اساس صاحب که پیشتر اشاره کردن موضوع پول دیگه پول با دستا و با شیوه های مختلف اینا گرفتند و یا که فعلا انکار میکنن خب بیان روبرو با ما بشینن ما اسناد برشان میکشیم باز او وقت اینا در مقابل ما هم بزنند ما در اعتراض چند باری از کمیسون خواستیم که ش... در صد کابل شمارش مجدد صورت بگیره به شکل از اشکال باز هم اینمی کاندیدای محترزه یا فریب میدادند فقط وقت زایی می ساختند که مردم خسته شوه می رفتیم به پشت دروازه دروازه, دروازه بسط تا راه پیدا می کردیم باز دلایل دیگر یا پیش می بالاخره یک دلایل دیگر پیش می با به او هم ما موفق نشدیم که شمارش مجدد در سطح کابل انجام بتیم. امی هر قسمت کاندیدایی که در سطح کابل کامده که سایت اونا ساحره که ما شمارش مجدد بکنیم از 100 فیصد 90 فیصد و کاندید برنده رای نداره در کابل یعنی معنی این حرف چیز فکر میکنین کسانی که در لیست برنده حداقل در کابل آمدن کسانی هستند که با کمیسون تعامل داشتن معامله کردن پیسه دادن یا حرفا و نکته های دیگر این گونه است دقیقاً هم با کم... کمیسون یا معامله کردن هم با کمیسون انتخابات هم با کمیسون متقلب سم شکایات که, که مرجع رهنما بود بینمی کاندیدایی که در اطراف نمی مافیا میچرخیدند دیگه تا بیخی صد فیصد کسی که پول گرفته یعنی به تایید گپ اینا خود سطار سعادت در دور لیست ابتدایی که اعلان شد از دوازده نفر گرفته بودن امه. و در دور لیست چیز ویدا عظیمی از دو نفر گرفته بود دیگه اینالی وا این کار هستن و نکردیم چطور نکردی اول فرض که اگر تقلم میگینی پیشتر خوین اساس صاحب گفت که من تا دوازده بجه در لست بودم اگر تو یک بجه یادم از لست پس میشه اگر اینجا تقلب نیست، تعملات پولی نیست پس رای که مثلا از ما از ما نمیگیم که ما برنده هستیم بازنده هستیم ما نه اون کسی که بالای ما اعتماد کرده ما نمیخوایم اعتماد و مردم از دست بدیم یک رای باشه صد رای باشه هزار رای باشه ما یک رای میخوایم که چرا تقلب و, باورها و, مردم و ما اونم امیدواری را که برای خاطر نهادی نشدن انتخابات داشت برای آینده اونم امیدواری را مردم عالی از دست داده و این خیانت ملی را که جناب نورستانی و جناب ستار سعادت در یکی از بحث نورستانی ما که مجلس نشسته بودم ضعف مدیریت آقای نورستانی رو ببینید میگه که ما توانایی چای خوردن در داخل کمیسیون انتخابات بدون اجازه آقای امرخیل ندارم رئیس کمیسیون آقای نورستانی است ولی تمام سیستم اداره و نظم و صلاحیت در دست آقای امرخیل است این هم یک ضعف مدیریت است و توان برنامه طرح شدگی بود که اونم افرادی را که خواست خودشان بود به شکل از اشکال آوردند برای صحنه کشان شکر سپاسگزاریم آقای آشنا فصل جدید از حرفا گرچند امان گونی که قبلا مطرح کردیم و قبلها صحبت کرده بودیم این قضایای خاتمه یافته و این حرفا هم خیلی مقبول نیست اما اینجا گفته ها و ها طوری است که به شکل جدی و سریش حقوق افراد نقض میشه بالاخره چی باید کرد چی باید چا و این حرفا چگونه رابطه تامین میکنه با اصل های باورمندی مردم که پس از این حداقل اعتماد کنند که روندهای دموکراتیک در افغانستان معنا داره. تشکر با درود به شما و دوستان حاضر در بحث و بینندگانی که ما رو میبینند. قطعا در افغانستان با کمال تاسف یک فاصله بسیار وحشتناک میان مردم و دولت مردان در طول تاریخ وجود داشته بله. و هنوز همین فاصله به صورت بسیار واضح و آشکار دیده میشه و در واقع وضعیت سیاست در افغانستان به بوده که مردم عبارت از کتله های بزرگی از محرومان و محکومان قدرت سیاسی بوده و زمامداران و رهبران سیاسی هم یک کتله کوچک و اندکی بوده که با سوی استفاده ها از ابزار به نام دین، از ابزار به نام لسان، قوم اینا مردم رو همیشه تکه پاره کرده و بر مردم به گونه اشتباه و خلاف اراده مردم حکومت کردن و سرنوشت سیاسی مردم افغانستان را در طول تاریخ خلاف میلش تعیین کرده جزئیات شرح و حال اینکه تخلف چه بود تخلف چه بود روایت های هم در انتخابات ریاست جمهوری هم در انتخابات پارلمانی افغانستان بسیار زیاد هست و کتاب بسیار قطور از تقلب روسیاهی و ناکامی اونایی که میخواستن دموکراسی رو به بنبست بکشان هرچند به ظاهر کشاندن اما دستشان رو شد و ثبت تاریخ شد اما چرا چنین شد باورم ای هست که خب وقت ما سر انتخابات گپ میزنیم باور ما هست که این انتخابات یا در کل انتخابات ها رو میشه زیر مجموعه چند تا بحث بررسی کرد بله بحث حقوقی مسئله قانون انتخابات سازکارهای حقوقی و قانونی و سامانه حقوقی و قانونیش که قانون انتخابات میشه و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل این که قانون چطور شکل میگیره چطور تدوین میشه با چی روی کردنا بخش دوم بخش تکنیک انتخابات است سامانه اجرایی و تکنیکی انتخابات چطور به اجرا گذاشته میشه و بخش سوم بخش سیاسی انتخابات یعنی انتخابات و مسائل سیاسی و پهلوی سیاستش باورم این هست که موجودیت یک تیم حاکم با مفکوره سیاسی تاریخ تیر شده و فرسوده شده میخواین در در زمانی که دموکراسی های بزرگ پا گرفته حتی در منطقه ما دموکراسی های بسیار جدی در حال شکل گرفتن است هند که یک از بزرگان دموکراسی منطقه است ترکیه و حتی ایران هم به گونه دیگه سرنوشت ما را سپری میکنن ده ده. اما تانستن یک انتخابات خوب را برگزار بکنه سال گذشته و وضعیتی که دوره آقای احمدی نژاد بود که بهبود پیدا کنه و اما متاسفانه پاکستان در که اف... همیشه از پاکستان افغانستان هم... قابل متهم است به باور بعضی ها تماس سرنوشت مردم پاکستان هم سرنوشت بهتر از مردم مار نداره باور می ای است که این فکر اشتباه یا نوع نگاه اشتباه فرسوده و تاریخ تیر شده بر سکوی سیاست افغانستان سبب شده که ما وقتی بریم به حقوقی مسئله انتخابات این بعد حقوقی از مسئله سیاسی و غرض و مرض سیاسی تأثیر می میشه و فاسد میشه و در نتیجه به جای اینکه بره بدل شود به سامانه برای قانون و سیستم حقوقی و ساختار حقوقی انتخابات و بحث و پهلوی حقوقی انتخابات به جایزی که بدل شوه به پاسداری و پراست از رای مردم و سلامت اراده سیاسی مردم بدل میشه به یک ماشینی که نتیجه عکس میده و از تقلب دفاع میکنه بله. بود تکنیک انتخابات هم وقتی سامانه تکنیکی انتخابات گذاشته میشه وقتی دارلین شا و دبیرخانه ایجاد میشه وقتی اوراق رایدهی چاپ میشه وقتی کتابچه ها چاپ میشه و صندوق ها توزیع میشه متاسفانه میبینیم که باز هم به دلیل ملاحظات سیاسی و غرض و مرز های سیاسی و به دلیل حاکمیت یک فکر اشتباه سیاسی باز هم میبینیم که در یک قسمت اوراق رایدهی کم میره کتابچه شماره مسلسلش درست نیست رنگ پاک میشه و ستا نقض دیگه باور این است که موجودیت این فکر اشتباه و حراسه که از دموکراسی در افغانستان وجود داره و یک تیپ مشخص از دموکراسی در افغانستان مهراسن چون بله. دموکراسی سامانی است که مردم را به قدرت میرسانه منهای این که این مردم با کدام زبان گپ میزنه مذهبش چیست دینش چیست در کدام ولایت در کدام جغرافیا زندگی میکنه مهمه که این دید غلط اشتباه این دید حاکم در تا اینجای کار و تا هنوز هم این بوده که مردم را از حق رایش مح... مح... محروم می بله. حالا هم باور می است تا زمانی که سیاسیون در بالا اعتراف نکنه به اینکه افغانستان محکوم است به دموکراسی و آینده افغانستان محکوم است به اینکه قدرت و سامانه مدیریت قدرت سیاسی بر مبنای رای مردم و بر مبنای حق رای و بر مبنای اصل و اساس دموکراسی مشخص میشه و سرنوشت سیاسی بر مبنای دموکراسی رقم میخوره این آینده رو به دموکراسی در حرکت هسته به این اعتراف نکنه نمیشه بنان معنی حرفی من است که تا اینجا کار پر از ناسامانی هستیم ما هم در انتخابات ریاست جمهوری که رسوایی و اسناد رسوا کنندش جهان را گرفت و هم همین انتخابات کرونی اما این دور من خوشحال هستم که لایه‌های اعتراض بسیار عمیق میشه و بسیار میشه امروز هم تظاهرات بود در کابل صدای اعتراض به همو شکله که در دور اول در هرات جدی بود بر مبنای 100 هزار رای که بسیار بر مبنای تصمیم اشتباه قرار بود به ابطال کشانده شد و ابطال هم شد بر یک تصمیم گرفتن و دوباره به جاهایش رسیدگی صورت گرفت این بار در خوست در پکتیا در ننگرهار در کندوز در بدخشان و در غزنی در خیلی از جاها و در ولایت ولایت افغانستان صدای مخالفت بر با تقلب صدای اعتراض بله. بر پاسداری از حق رای مردم بلند هست و یه بسیار پیام خوب داره همزمان با با یک یک جفای بسیار جدید تحمیل شده بله. مردم افغانستان... متقابل جبهه دیگر یا وجه دیگر این مسئله متقابلش چی گونگی رسیدگی به این رسیدگی به این خواست های مردم است مردم همیش خواست های خود را داشتن حق خود را جنبال کردن حداقل در این امور شما های خوش مطرح کردن. اما ای که حال با سرفصل جدیدی سیاسی و رفتن و امید با یک روزنه متفاوت از دیروزی که حداقل حکومت وحدت ملی را به فال نیک برای افغانستان گرفتن با امون تحول در اصلاحات را یک اصل قرار داده به این خواسته ها به این نکته های مردم رسیدگی میشه اراده وجود داره یا خیر اجازه بتین پس از وقفه و مجددا نوبت شما پاسخ بگیریم همکاران تکنیکی ما درخواست یک وقفه را دارن پس وقفه خیلی زود داریم با سلام مجدد به دمی برنامه خوش آمدید. آقای سمیم گفته ها و حرف ها در این سرحد است و مجلس سنا هم یکی از دو مجلس شورای ملی افغانستان نمایندگان اما نخبگان ملت و ممثل اراده قاطبه ملت تصمیم گیری های شما در این قبال چی است گفته هایی که حداقل در گزارش ها آمده از آدرس مجلس سنا از هیئت اداری گفته شده که ها این قضیه خاتمه یافته است و ما نمیتونیم کار بکنیم آیا واقعا این گونه است در کنار کسانی که حقشان ضایع شده نمیتونین بیستین شک نیست که مجلس سنا مجلس عمومی سنا آخرین صدگی خود در قبال اعلان نتایج شورای ولایتی و به همین شکل اعلان نتایج ریاست جمهوری داشتن مردم افغانستان رسانه ها مدبوعات به شاهد است و همین که نتایج شورای ولایتی اعلان شد بگو مگوهایم هم در داخل مجلس و هم در بیرون مجلس وجود داشت اعضای مجلس سنا هم از انتصابی و انتخابشان در قبال ناملایماتی که در نتایج انتخابات وجود داشت اینا صدای خود بلند کردند و امروز هم پیشنهاد شد که موضوع انتخابات و به بنبست کشاندن انتخابات و مشکلاتی که در روند انتخابات آمده که حتما باید از طرف مجلس سنا برای ریاست جمهوری پیشنهاد شود که رسیدگی برای افراد متخلف برای افرادی که اینا فراقانونی عمل کردن بلد. و باید اینا حداقل معافیت قانونی و مسئولیت قانونی نداشته باشند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیرند. این مجلس سنا در مجموع در موارد و در موارد مختلفی که حق مردم افغانستان باید تلویده شود و کسای حقشان تلف شده صدای خود بلند کردند و نمایندگی که حق مردم افغانستان است را کردن شما میدانید که در قانون اساسی افغانستان سه صلاحیت یمده ای که برای شورای ملی برای نماینده مردم افغانستان داده شده یکی نظارت از اعمال حکومت است و هم تعریف شده که میشه کتبی و شفایی باشه بله. و ما موضوعات کتبیش امروز پیشنهاد کردیم موضوعات شفایی از جناب اساس هستند که مجلس سنا دو بار قبل از اعلان نتایج شورای ولایتی بله. رئیس های کمیسون های مستقل انتخابات و کمیسون شکایات به مجلس فرا خوندن. بله برای, برای استجواب اما اونا هم با یک مکتوب فقط رد دادند برای... که از دید بعضی کسا هم کسرشان در مقابل مجلس سنا ببینید. من میخوام به سوال شما جواب بدم که مجلس سنا در قبال اعلام نتایج شورای ولایتی بعد از اعلان نتایج و پیش از اعلان نتایج به تفاوت نبوده نگرانی هایی که امروز ما با چشم سر مشاهده میکنیم پیش از اعلان نتایج وجود داشت و به عمل لحاظ ما رئیس های کمیسیون ها به مجلس فراخوانده متاسفانه قسمی که اونا شما میبینید اعمالشان که چگونه اعمالی را انجام دادن و انجام میتن از خواست مجلس عمومی سنا سر باز و بالاخره با آنهای مختلفی را که مصروف هستیم بله. کجایی هستیم نمیرسیم از این قبل با دوباره به خواست مجلس سنا را رد کردند و این نکته هم قابل تحلیل است و خواستیم در این برنامه است شما بپرسیم که مجلس سنا یکی از های شورای ملی افغانستان یکی از ارکان سیگانه دولت افغانستان یک نهاد را به استجواب می خواهد و اونا حضور پیدا نمی کنند. اینجا اصل مشکل در کجاست؟ اونا فراتر از شورای ملی توان دارند یا اینجا مجلس سنا توان کمتر از فراخانی از اونا را دارن؟ نه به هیچ وجه هیچ اداره ملی افغانستان به استثنای استر محکمه که اونا هم در موارد خاصی اگر شورای ملی بخواهد که توضیحاتی از استر محکمه بگیره به اساس قانون اساسی یعنی ملزمند که باید توضیحاتی را برای اعضای شورای ملی بتن هیچ اداره نمیتوند دور از عینک نظارتی شورای ملی هر دو مجلس باشه اونا مکلفن مطابق قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات که به شورای ملی جواب بتن اما برای جواب دا دادن حضور پیدا مشکل در اینجاست که نه تنها کمیسیون انتخابات که بس وقتا دیده شده که اکثریت زمامدارایی که وطن یا در شوکات وزیرن یا رؤسای مستقلن و یا هم در جایگاهی کار میکنن اراده خدمتگذاری صادقانه و اراده سیاسی فشار پشت ها از مقام های مقامات دولتی ما وجود نداره مشکل ده اینجاست اینا به نوی رابطه سیاسی دارن اینا به نوی در تیم و گروه ها شریکن اینا به نوی در منافی شریکن اینا به نوی در حرکت ها و سیستم ها شریکن بناا از آنچه که اینا باید نگران باشن نگران نیستن از فشارهایی که باید داده شود فشارهای قانونی و آدمی با صلاحیتی که در فوق حکومت نشسته اونا باید اینا را مدیریت بکنه و این مدیریتشان قسمی باشه که هر قوه در حیطه صلاحیت خود باید کارای را انجام بده اینا احترام متقابل وجود داشته باشه و به با اساس فرمایشات قانون اساسی که در قبال یکدیگر دیگر اینا را مسئول دانسته اینا باید کارای را انجام بدن. چون دیده میشه و حس میکنن که شما میبینین که چه گذشت شاید کسی چونو چرای برشان نگویه و نا آمدن و نا آمدن شان هیچ نوع ملامتی رو به بار نیاره بینان خدا مسئونتر فکر میکنن و بینان خ... بینا نمیتونن بر... نمیخوان که هیچ مجلس حاضر شوند بله زمانی که اون گونه است مردم میخوان بدانن حداقل شما رو به حیث نمایندگی خود اونجا میپندارن که از ا... ا... ارادی سیاسی شان شما ممثل باشین و تمثیل کنین مانده. پس فکر میکنین که حداقل اگر یک بار پاسخ ندادن پاسخ نگفتن خاموشی مجلس سنا در مقابلشان به معنی چیست خب شما ببینید صلاحیت هایی که در اصول وظایف داخلی و در قانون های قوانین نافذه کشور سراحت دارد در شورای ملی مشخص است ما یک شفایی صدای خود از طریق مجلس عمومی بلند کردیم از طریق کمیسیون بلند شده مکاتبی برای خواستن و استجواب و احضارشان به مجلس فرستاده شده و شما میدانید که تمام مسئولین دولت افغانستان حرفا از طریق مطبوعات بله. که مردم افغانستان میشنون این صداها بلند شده شنیده شدن هر هر شب از طریق رسانه خصوصی و به همین شکل رسانه دولتی تلویزیونی ملی به نشر و پخش میرسه و سناتور هم به می اکتفا کردن بسنده دانستن فقط صدای خود بلند کنن از آدرس رسانه ها مسئولین و حکومتی بشنوه اجازه بدید خوب ابزار من باور که بله جناب غفور که ابزاری که در در دست مجلس سنا است و آنچه که در قانون اساسی تعریف شده از طلایت های شورای ملی و اخصا از مجلس سنا نمیست ما نمیتونیم شخصا بیاریم مستقیم به محاکمه بکشانیم او دولت افغانستان از اما قسمی که ما ناظر هستیم بر اعمال حکومت ادارای عدلی و قضایی هم اینا ناظرند ما یک معینیت نظارت دارند که اونا باید او و احوالی را میبینن که میبینند که در اینجا فراق قانونی عمل میشه قوانین نقض میشه زیر پای میشه اونها باید دست به کار شون همین می اراده تشکر. وجود نداره و بعد بله. وطنه با چالش کشن همین عدم اراده را اکثریت در داخل مجلس سنا هم میبینن که در داخل مجلس سنا هم فقط افراد به شکل سمبولیک آمدن و مجلس سنا را با کارکردهای خودشان عدم موثریتشان یک مجلس ساخته که اکثریت زیاد به او اعتقاد و باور و احترام نداشته باشه همین گونه است آقای اساس اصلا اگر مشکل ما و شما ببینیم مشکل هر در ریستا ما وشو به مېبینند څه مشکل در باندې سنهسته یک کاسه به نوم رئیس وجې ششته 105 د پلم مشور دره روز اپتي یک د پچې کړی د دبي مزنه ورته د دبي و چکر و تلي ايات مزنه ساته 77 عدد د بغل شانهسته ای خو مکه نه خوسته ده د خپل رئیس بود کې اعتراض خود پاله کونه او کې د دبي د وټل ايات کټ شنچکار مزل ما څه ازلمی رئیس چیرې کوم څه وکړم 100 بځ اساس رئیس راکیرا ایدا دا رئیس را کی, کی انتخاب کړم من هي رئیس رایع اعتماد مجلس هم اگر نمیگیره موږ څه په دې باندې هم 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 څه په غته زمینی قص په سودا د جلال آباد بل بعض سناتورای یو یو نمبر نه داد اېره رئیس سخت سناتورای كله کې نه وود مشکل دی انمې ځکه كله کې وخت مره په سات غت کړم زمينه شما در کوم قسمت جلال آباد ده شو را زمينه نه نه وایم ما زمينه مسلمیار مې تماز مسلمیار ما څه نه مخایم خو ما کې امروز کې ديني مې الټ مې رسې انمې الټ مېسته نه چا کړې د بایب په په راکمه ازو مې سنم صدر سادات مجبوراسته کاس کاس پیسې بگیره روز پنجشنبی چه کار دبدوبه چیرې کوم بزنه مسلميال 85 مشاور دره 85 مشاور ماشه میگیره بو دی جای مشران جرګل هیڅ معنا دري ماشه تو امیر صدر سعادت زور بیاريم ان میګي چې خیانت خودی تنبیبه مشکل دی ان می جاس کدر سناحمد داخله ما ان می مشکله ده خوب بیا هم تر باس انتخابات ستار سعادت ان می نتیجه یې په پیک فکر ما کې د ادالات نشا ان می نشي نش... چیرې کده په خاطر عزی دکاندار دو شهيد ما دريم د دور نیاهی شهید شده یه د لیس زنده آورده همکاران تخنیکی ما درخواست یک وقفه را دارن پس وقفه خیلی زود برمیگردیم با سلام مجدد خب در نهایت آقای اساس حال بته امې نیافتہا ګامهای اخیر شون دا ان قضایيست د ګامهای اخیر ما یې میوښه چې یا بګروزه سادهت امریکا بګروزه اوځي پنانده شوه یې را منمن خروش بس لوی سنوالي به وزارت داخل مکتوب روان کړي چې یا نګروزه ازاد از راس مجلس شنوای ا و و چیزي دغه کوي یا به سفارت امریکا خو د ایمیل اثر په مشران جوړ شوی ده چې اي ادمه ويزه د ادب لرشان چې ايده د خاک خود اجازه نه ته اګه اجازه ده هر شي چې جوړ شود بعد مسول شند سفارت امریکا او مملکت امریکا استه اې نیمي تضاوونات ما د کله افغانستان سره صباح صباح هم د کابل تضاورات د 34 ولایت تر روزي کې يا محکمه نه شوه <محن> لکه نه یی نک کی کم یی اندم یم ما نه مخایم ک دل ایس بیا یم محکمه از یار می خوایم ما دل ایس خود اوردن نه مخایم ک یب مره بیره یی را ک محکمه نه شوه او وته محکمه نه شوه ک جنایت کاران په ما نه ک ما کې ما شود از یی ازی کته بطر جنایت کار استه خو خائن نه میلی سلامت باشین آقای خالد میخوایم از شما بشنوام که این جو این فضا این گونه ساخته شده حداقل برای روندهای دموکراتیک که باور مردم دوباره ایجاد شود جوانان چه جایگاهی دارند و یا کسانی که از مجموعه جوانان که در این جریان انتخابات دخیل بودن گام های بعدی شما چی حداقل؟ در سه دوره که انتخابات صورت گرفت نامشروع ترین انتخابات انتخابات سال 1393 است که هیچ مشروعیتی نداره که پر از تقلب و جل و تزویر و آنچه که مردم مظلوم افغانستان امیدواری داشت که حتی اکثریت جا مردم ما انگشتاشون قطع شد رفتن رای دادند و این پروسه را میخواستن که نهادینه بسازند این امیتور افرادایی که صادق به وطن نبودند و کسانی که صادق هستند اونا حق مانده ترین مردم افغانستان هستند و کسایی که خائن هستند اونا بزرگترین مردم شدن در سرزمین و امو است که هیچ امیدواری برای آینده دیگه مردم افغانستان نداره که به پای صندوق رای بره رای بده و دوباره این پروسه را این مردم پر رنگ بسازه به خاطر چی که اینمی امی حمل کرده امی سال 1393 کمیسون انتخابات و کمیسون سهم شکایات تمام امیدواری های مردم افغانستان را در قبال انتخابات نامید ساخته و خاینترین ما بزرگترین ماست ما رشوت خورترین ما محبوبترین ماست ما که مثل آقای سعادت و همسال هم است اما این عدم باور مردم و عدقل فاصله گرفتن از رأی و رأی با اصل روند است به گفته های شما به یا نه با افرادی که این روند این را مختل ساختن به دید مردم بد ساختن با این افرادی که مدیریت همین روند میکردن و اینمی فاصله با اینمی افراد است کسایی که گماشته شدن در کمیسیون انتخابات در کمیسیون سهم شکایات مثل آقای ستار سعادت ستار سعادت یک کسی است که هیچ جای ساخته نشده که برای یک دستگاه به یک سرنوشت ملت افغانستان تعیین بکنه آقای ستار سعادت هیچی ظرفیت نداره یا آقای نورستانی اینا کسایی هستند که هایی که نمیفهم کجا پرتاب شدن آمدند و فعلا یکی از چهره های برتر افغانستان مطرح شدن و ترس ما در آینده ای است که بر که فکر نکنم که دولت یار محاکمه بکنه که بر از یک مدال افتخارانه هم نته تشکر سپاسگزاریم آقای شنا همون پاسخ هم میخوایم بگیریم مکنون اراده وجود داره یا خیر امید و برا... امیدهای برای خواستهای به محاکمه کشانیدن و یا ب... از میان برداشتن این افراد در رأس اداره هایی که اراده ملت را رقم میزن خب اه... اینکه اه... کسانی که به مسئول خیانت با آرای مردم هست ما به این دلیل از این ترم استفاده میکنیم یکی اینکه در سنا و در پارلمان و در رسانه ها در فیسبوک از واژه خیانت بارها استفاده شده و رای سپردن رای به کمیسیون و مستقل انتخابات یک امانت است و وقتی این امانت درست به مقصد رسه به منزل مقصود و نقض میشه در واقع خیانت است و اراده سیاسی مردم یک اراده جمعی و ملی است و خیانت و کوتاهی در قبال این امانت میشه خیانت ملی بله اینکه اینا محاکمه شد و من شک دارم اما اینکه زیاد خواست عملی هم نیست با توجه به وضعیت که ما از حال و روز سیاسی افغانستان میفهمیم و میشناسیم اما خواستهای های ما هست که قطعا اصلاحات باید بیاید اراده در یک بخش از نظام دیده میشه در یک بخش دیگه هنوز صدای نخسته در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی هرچند در توافقنامه سیاسی میان هر دو تیم که بالاخره هم توافقنامه سیاسی اساس این حکومت وحدت ملی را گذاشت نه مردم یک بخش از جدی از توافق بله برای اصلاحات در نظام انتخابات و نهادهای انتخاباتی است حالا من سه تا حرف دارم با سه سنف اجتماعی از مردم افغانستان یک با مردم دو با نامزدان شورای ولایتی و با رهبران حکومت وحدت ملی هم با رئیس جمهور انا. حرف من با مردمی است که اگه مردم منتظر بشینن که رهبران بسازن مشک شک دارم بله. مردم خسته شده از وضعیت انتخابات دلش متنفر شده دلش اعتماد خود از دست داده دلش ای آینده ای که ما پیش رو داریم بدون سلامت حق رای ممکن نیست ما به فردای بهتر دست بیابیم بنابراین مردم اراده و خواست برای اصلاحات در نظام انتخاباتی رو باید جدی بکنه و باید قاطع بکنه به خاطر که اگه مردمی قاطعیت را به اجرا نگذاره و یکن به اصطلاح وطنیش یخن این حکومت وحدت ملی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی نگیره ده ماه بعد یا شونزه ماه بعد دوباره همین تقلب و همین آش و همین کاسه با انتخابات پارلمانی میشه و باز ما یک پارلمان ضعیف خواد داشتیم که نمیتونه نارسایی های رو بگیره بله. شوراهای ولایتی همون انتخ... رقمی که نامزدان انتخ... شورای ولایتی تانسته بود یک حال و هوا و هیجان و میزان مشارکت مردم رو در انتخابات ریاست جمهوری هم بالا ببره دور دوم یک بخش در افت کرد و اون مشارکت یک بخش به همین دلیل نبود این بار اعتراض که نامزدان شورای ولایتی داره ایر جدی بگیره و با این اعتراض از خیابان ها برند به دفترها و ادارات مسئولین حکومت وحدت ملی و اینا رو وادار بکنن که اصلاحات عملی رو شروع بکنن حرف سوم با رهبران اصلاحات حکومت وحدتی ملی این هست که با هر وضعیتی که انتخابات سپری شد شد اگر قرار است ما فردای بهتر داشته باشیم تلاش جدی، قاطع و عملی بدون دور زدن اراده سیاسی و خواستهای مبنی بر اصلاحات در نظام انتخابات و نهادهای انتخاباتی باید هرچی آجلتر روی دست گرفته شود. و پارلمان هر دو مجلس تقاضای ما از هر دو مجلس و از فعالین جامعه مدنی افغانستان یه است که هر دو مجلس هر چه زودتر بر اساس یک درخواست رسمی از رئیس جمهور حکومت وحدت ملی و از رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی درخواست رسمی و کتبی بکنه برای تشکیل همو کمیسیونی که به اصلاحات در نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی میپرداخت و بدون از این نمیشه بله یعنی هم مردم اما انتظار ما هست که در روزهای آینده ما شاهد تظاهرات های پررنگ و جدی و با خواست های بسیار عملی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی داشته باشیم اما اینکه آرایی که نقص شده من شک دارم که کاندیداهای که حق شزایی شده بیتانن دوباره اعاده حیثیت بکنن و از رئیس گذاریم. دفاع کنن اما اگر قادر شون که اصلاحات را پروسش را تسریع کنه کار بزرگی میکنه سپاسگزارم آقای آشنا از حضورتان آقای خالد از شما هم تشکر اساس شرق لازم خبرونده از شما هم تشکری میکنیم تشکر. و همچنان از شما عزیزان که تا کنون بینندین مبحث بودید سپاسگزاری میکنیم به هر میزانه که مردم در مقابل بیادالتی خاموش بمانند به مون اندازه به من تناسب بیعدالتی عدالتی تا برنامه بعد در